امروز میخوام یکم از فیزیک و فضا و مسائل علمی فاصله بگیریم، ببینیم واقعا چی داره تو دنیا میگذره. چون با این حمله بزرگ روسیه به اوکراین و تهدیدهایی که کرده، خیلی از مردم دنیا الان نگران اینن که جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته. اون خرابیایی که از جنگ‌های قبلی دیدیم، وقتی میذاریم کنار این موضوع که الان خیلی از کشورهای دنیا بمب اتم دارن، قضیه واقعا ترسناک میشه. تو این ویدیو اول میخوام یه مرور کوتاهی بکنیم رو جنگ‌های جهانی اول و دوم، ولی نه به صورت کامل. تمرکز اصلیمون رو اینه که این جنگ‌ها چجوری شروع شدن. بعد یه نگاهی میکنیم به اینکه الان چقدر قضیه جدیه، چقدر احتمال داره که این روزا آخرین روزای صلح و آرامش تو دنیا باشه. بعدش هم این موضوع رو بررسی میکنیم که اگه یه روزی این حملات هسته‌ای اتفاق بیفته چی میشه، چی کار باید بکنیم. اینم باید بگم که هدفم اصلاً ترسوندن بقیه یا بزرگنمایی نیست، فقط میخوایم با هم یه نگاهی به واقعیتایی که الان وجود داره بندازیم، یه درس کوچیکی هم از تاریخ بگیریم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. اینشتین حرف جالبی داره که میگه من نمیدونم جنگ جهانی سوم با چه سلاحی انجام میشه، اما تو جنگ جهانی چهارم آدما با سنگ و چوب با هم میجنگن. یعنی میخواد بگه جنگ جهانی سوم میتونه ما رو برگردونه به دورانی که دیگه چیزی جز سنگ و چوب نداریم. هزاران سال زندگی انسان رو این سیاره ممکنه در عرض چند روز نابود بشه، اونم به دست خودش. جنگ جهانی اول که معروف به جنگ بزرگ، اینطور نبود که خیلی ناگهانی و پیشبینی نشده اتفاق بیفته. اون زمان به قول خیلی از مورخا اروپا مثل انبار بارود شده بود. پیشرفت‌های علمی باعث شده بود نیاز به منابع هم بیشتر بشه. برای همین اروپایی‌ها علاوه بر اون کشورهایی که مستعمره کرده بودن، برای همدیگه هم شاخشونه می‌کشیدن. از خیلی قبل‌تر هم این جنگا وجود داشت، اما چیزی که وضعیت رو پیچیده‌تر کرده بود این بود که برای اینکه تنها نباشن و هم تیمی هم داشته باشن، هر کدومشون یه تعدادی متحد هم انتخاب کرده بودن. مثلا آلمان که یکی از نظامی ترین کشورها بود، سال 1879 با امپراتوری اتریش مجارستان متحد شد. دو سه سال بعدم ایتالیا بهشون ملحق شد. یا مثلا روسیه و فرانسه هم سال 1894 با هم متحد شدن تا در برابر اون ستا تنها نباشن. چند سال بعدم بریتانیا بهشون پیوست. این اتحادها و دشمنی‌ها روز به روز بیشتر شد تا اینکه در نهایت اروپا به دو گروه تقسیم شد. گروه اول آلمان و اتریش مجارستان و ایتالیا بودند که اینا معروف بودن به نیروهای محور که ما به اسم متحدین میشناسیمشون. گروه دوم روسیه و فرانسه و بریتانیا بودند که معروف بودن به متفقین، یعنی کشورهایی که همپیمان بودند. البته هر کدوم از این دوتا گروه کشورهای دیگه‌ای هم به عنوان دوست خودشون داشتن، یا اینکه بعداً در طول جنگ جهانی اول بهشون اضافه شدن، اما خب اصلیاشون اینا بودن. خلاصه اینکه اروپا تبدیل شده بود به یه انبار بارود که هر لحظه امکان داشت منفجر بشه. تا اینکه بالاخره یه پسر 19 ساله سرب اهل بوسنی جرقه این انفجار وحشتناک زد. امپراتوری اتریش مجارستان یکی از بزرگترین کشورهای اروپا بود که مناطق وسیعی تحت حاکمیتش بود، از جمله بوسنی و هرزگوین. ولیعهد این امپراتوری که قرار بود بعداً پادشاه بشه، یه شخصی بود به نام آرشیدوک فرانس فردیناند. سال 1914 این آدم برای سرکشی به نیروهای نظامی و مراسم دیگه رفته بود به شهر سارایوو تو بوسنی. اونجا خودش و زنش به دست یه جوان 19 ساله به نام گاوریلو پرینسیپ با شلیک اسلحه کشته شدن. پرینسیپ عضو یه گروه تندرو به نام بوسنی جوان بود که یکی از اهدافشون جدا شدن بوسنی از اتریش مجارستان بود. قبل از این ترور همون روز یه تلاش دیگه برای کشتن ولیعهد با استفاده از نارنجک انجام شده بود، اما خب ناموفق بود. هم تروریست اولی هم دومی که موفق شد کارشو انجام بده، هر دوشون سعی کردن خودکشی کنن، اما خب نتونستن، سریع دستگیر شدن. با دستگیری اینا مشخص شد که در واقع یه گروه مخفی تو ارتش صربستان حمایتشون میکرده و اسلحه و تجهیزات در اختیارشون میذاشته و آموزششون میداده. این ترور اتریشی‌ها رو حسابی عصبانی کرد و قضیه رو با امپراتور آلمان ویلهلم دوم که متحدشون بود در میون گذاشتن. آلمانی‌ها هم که خیلی دنبال جنگ و توسعه کشورشون بودن، برای جنگ با صربستان چراغ سبز نشون دادن. این باعث شد یک ماه بعد از این ترور اتریش یه التیماتوم شدیدی به صربستان بده و چند تا شرط براشون بذاره که اگه قبول نمی کردن عواقب بدی براشون داشت.
مثلا یکی از شرایطی که گذاشته بودن این بود که اون نظامیای صربستانی که مخالف امپراتوری هستن باید دستگیر بشن. یه شرط دیگه این بود که نباید هیچ تبلیغی بر علیهشون انجام بشه. یه شرط دیگه این بود که پلیس اتریش مجارستان باید بتونه داخل صربستان فعالیت داشته باشه. صربستان اول از متحدش یعنی روسیه مشورت خواست. روسیه هم زیاد تمایلی به درگیری با آلمان نداشت، چون هم از نظر علمی هم از نظر نظامی ابرقدرت اروپا بود. برای همین به صربستان پیشنهاد کرد شرایطو قبول کنه. اونام تمام شرایطو قبول کردن، اما با این موضوع که پلیس اتریش مجارستان بتونه تو کشورشون حضور داشته باشه موافق نبودن، چون یه جورایی استقلال کشورشون زیر سوال میرفت. همین مخالفت بهانه اتریش رو جور کرد و 28 جولای 1914 امپراتوری اتریش مجارستان رسما به صربستان اعلام جنگ کرد. روسیه که دید به یکی از کشورهای متحدش حمله شده، ناچار شد نیروهای خودش رو به سمت اتریش بفرسته. همین لشکرکشی روسیه باعث شد آلمان هم تصمیم به شروع جنگ بگیره. کاری که آلمان می‌خواست انجام بده این بود که اول اون یکی متحد روسیه یعنی فرانسه رو اشغال کنه تا روسیه و فرانسه نتونن از دو طرف تحت فشار بذارنش، بعدش بره به سمت روسیه. اما فرانسوی‌ها به خاطر جنگ‌های قبلی که با آلمانی‌ها داشتن، مرزهای خودشون با آلمان رو حسابی تقویت کرده بودن. برای همین آلمان تصمیم گرفت از طریق بلژیک وارد فرانسه بشه. بلژیکی‌ها اعلام بی‌طرفی کردن و اجازه ورود ندادن. برای همین آلمان اول بلژیک رو اشغال کرد. این کار باعث شد بریتانیا هم برای دفاع از بلژیک وارد جنگ بشه. ایتالیا هم جزو متحدای آلمان و اتریش مجارستان بود، اما وقتی دید این دوتا شروع کننده جنگ هستن از این اتحاد خارج شد. این اتفاقات شبیه دومینو همجور پشت سر هم باعث اتفاقات بعدی می شد و خیلی زود تمام دنیا درگیر یکی از مرگبارترین جنگای تاریخ بشر شد. آمریکا هم بعداً به خاطر حملاتی که آلمانیا به کشتی‌های آمریکایی کردن وارد جنگ شد. اینکه دقیقاً تو سالهای بعدی چه اتفاقاتی افتاد کاری بهش ندارم، چون هدف اصلی که دنبالشم اینه که اون شرایطی که باعث شروع این جنگ شد و با هم بررسی کنیم، چون الان از شروع یه جنگ دیگه ترس داریم. در نهایت بعد از تقریباً 4 سال حدود 10 میلیون نفر کشته شدن و بعضی از این امپراتوری‌ها هم از بین رفتن. حالا بریم سراغ جنگ جهانی دوم. تو جنگ اول متفقین برنده شدن که مهمترینشون آمریکا و بریتانیا و فرانسه بود. روسیه هم با اینا همپیمان بود، اما قبل از اینکه جنگ تموم بشه انقلاب روسیه اتفاق افتاد که باعث شد حکومت تزاری از بین بره و اتحاد جماهیر شوروی تأسیس بشه. آلمانیا با وجود قدرت زیادی که داشتن در برابر اتحاد کشورهای متفق شکست خوردن. بعد از تموم شدن جنگ خیلی از کشورهای دنیا با رهبری متفقین دور هم جمع شدن تا با هم یه پیمان صلح ببندن. این قضیه تو کاخ ورسای فرانسه انجام شد، برای همین معروف به معاهده ورسای. تو این معاهده جریمه‌های خیلی سنگینی علیه آلمان به عنوان گناهکار اصلی جنگ اعلام کردند. یکیش این بود که باید تمام سرزمین‌هایی که آلمان اشغال کرده بود آزاد بشه. حتی بیشتر از 1/10 خاک خودش هم باید واگذار می‌کرد. از نظر نیروهای نظامی هم شدیداً محدود می‌شد. غیر از اینا باید یه مقدار خیلی زیادی هم جریمه نقدی پرداخت می‌کرد به کشورهای برنده. حکومتش هم که همون اواخر جنگ از حالت پادشاهی خارج شد و تبدیل شد به جمهوری با یه رئیس جمهور. از نظر خیلی از مورخا این جریمه‌ها بیش از حد سنگین بود، طوری که به جای اینکه باعث صلح و جلوگیری از جنگ بشه برعکس باعث شد آلمانی‌ها شدیداً احساس ظلم و تحقیر بکنن و حسابی از این موضوع ناراحت باشن. اصلا از نظر خیلی‌ها این معاهده ورسای به جای اینکه ضامن صلح باشه یکی از عوامل اصلی جنگ جهانی دوم بوده. یکی دیگه از خروجی‌های این پیمان تأسیس یه سازمان بین‌المللی به نام جامعه ملل بود. هدف این سازمان این بود که اختلافات رو به جای جنگ با مذاکره حل کنن. حمله به یکی از کشورهای عضو این سازمان هم به معنی حمله به تمام این کشورها بود. یعنی یه چیزی شبیه همین پیمان ناتو که الان هست. این جامعه ملل با چیزی که الان به نام سازمان ملل وجود داره فرق داره. سازمان ملل بعد از جنگ دوم به وجود اومد. یه جورای جانشین جامعه ملل بود. کینه شدیدی که آلمانی‌ها نسبت به پیمان ورسای داشتن تبدیل شد به دستاویز یکی از حزب‌های حکومت آلمان به نام حزب نازی که همون سالای بعد از تموم شدن جنگ تأسیس شده بود. رهبرای این حزب مخالفت خیلی شدیدی داشتن با جریمه‌هایی که برای آلمان وضع شده بود. از طرفی هم معتقد بودند که حکومت فعلی آلمان دست نشانده یهودی‌های سرمایه‌دار آمریکاست
که به طبقه کارگر داره ظلم میکنه. برای همین با شعارهایی مثل اینکه مردم آلمان حقشون خیلی بیشتر از ایناست، یا به ما ظلم شده و باید حق خودمون رو پس بگیریم، یا حتی خیلی شعارهای نجات پرستانه کم کم قدرت گرفتن. سال 1921 آدولف هیتلر رهبر این حزب نازی شد که به خاطر قدرت کلام بالایی که داشت با تاکید رو مسائلی مثل دشمن و نژاد و پیشرفت آلمان طرفدارای زیادی پیدا کرد. از یه طرف هم خیلی روی این موضوع مانور میدادن که شکست آلمان تو جنگ اول به خاطر اختلافات و مشکلات داخلی بوده که یکی از دلایلش دروغا و کارشکنی‌های یهودیا بوده. تمام اینا یه کینه شدیدی نسبت به یهودی ها ایجاد کرد و بعدن اون کشتارا و جنایت های بزرگ اتفاق افتاد. بحث نژادی هم بود، یعنی کلن خودشون رو نژاد برتر می دونستن. برای همین کسایی که از نظر اونا نژاد پستر بودن اذیت می کردن، مثل سیاه پوستا، یه سری از مردم اروپای شرقی یا همین یهودی ها. غیر از این مشکلاتی که تو آلمان به وجود اومده بود، بقیه جاهای دنیا هم زیاد آروم نبود. مثلا ژاپن شروع به اشغال چین کرده بود و میلیون ها نفر این وسط کشته شدن. جامعه ملل با اینکه برای جلوگیری از جنگ تأسیس شده بود، اما عملا نتونست کار مفیدی انجام بده. آمریکا که از اول عضوش نشده بود، بقیه اعضاش هم تو سالهای بعدی کم کم ازش خارج شدن. سال 1933 هیتلر از طرف رئیس جمهور آلمان به عنوان صدر اعظم انتخاب شد که باعث شد خیلی سریع قدرت رو به دست بگیره و در نهایت یه حکومت تک حزبی دیکتاتوری به وجود اومد. آلمان از یه طرف برخلاف محدودیتایی که تو پیمان ورسای براش گذاشته بودن، اتریش رو زمینه خاک خودش کرد. از یه طرف هم شروع به پس گرفتن زمینایی کرد که قبلا جزء امپراتوری آلمان بودن. وقتی که دید کسی جلوی تجاوزاتش رو نمیگیره، شدت کاراشو بیشتر کرد. تا اینکه سال 1939 هیتلر رسما به لهستان حمله کرد که از نظر بیشتر مورخا این حمله شروع جنگ جهانی دوم بود. یکی از بهانه‌هاش هم این بود که لهستانی‌ها رفتارای خشونت‌آمیزی دارن علیه آلمانیایی که اونجا زندگی می‌کنن. دارن پاکسازی نژادی انجام میدن. چند روز بعد از این حمله بریتانیا و فرانسه که متحد لهستان بودن به آلمان اعلام جنگ کردند. بعدش هم شوروی با رهبری جوزف استالین به سمت لهستان لشکرکشی کرد. در واقع یه توافقی بین هیتلر و استالین انجام شده بود که آلمان قسمت‌های غربی لهستان رو بگیره، شوروی هم قسمت‌های شرقیش. اما بعدها شوروی تغییر موضع داد. بعد از اون آلمان به نروژ حمله کرد و بعدش هم به بلژیک. فرانسه هم سال بعد به اشغال آلمان در اومد. سال 1941 هم ژاپن به پرل هاربر حمله کرد که یکی از پایگاه‌های مهم نیروی دریایی آمریکا تو جزایر هاوایی بود. این حمله باعث شد آمریکا که تا اون زمان سیاست بی‌طرفی پیش گرفته بود، وارد جنگ جهانی دوم بشه و ورود نفت و دستگاه‌های پیشرفته به ژاپن هم تحریم کرد. هیتلر هم چند روز بعد علیه آمریکا اعلام جنگ کرد. بعدش هم که اتفاقات خیلی زیادی افتاد و جنگ‌های زیادی انجام شد تا اینکه در نهایت متحدین دوباره شکست خوردن و آمریکا هم دوتا بمب اتم رو دوتا از شهرهای ژاپن انداخت و ژاپن هم ناچار شد تسلیم بشه. که با این اتفاقات دیگه کاری نداریم. هدفمون شروع جنگ بود. بالاخره سال 1945 بعد از حدود 6 سال جنگ جهانی دوم تموم شد و خیلی از شهرهای دنیا تبدیل به ویرانه شده بودند. آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها وجود نداره، اما خب تخمین زده میشه که حدود 70-80 میلیون نفر کشته شدن که بیشترشون هم مردم غیر نظامی بودن. بعد از این جنگ هم دوباره کشورهای مختلف دور هم جمع شدن و سازمان ملل رو تأسیس کردن. این جنگ که مرگبارترین جنگ کل تاریخ بشره، تأثیرات خیلی زیادی رو کشورها و آدم‌ها گذاشت. دنیا رو کاملا تغییر داد. بعد از تموم شدن جنگ بین دوتا از کشورهای برنده یعنی آمریکا و شوروی اختلافات و درگیری‌هایی پیش اومد که معروف به جنگ سرد که تا زمان فروپاشی شوروی یعنی سال 1991 ادامه داشت. فروپاشی شوروی باعث شد کشورهایی که تا اون موقع تحت یه حکومت واحد به نام اتحاد جمهوری‌های شوروی بودن مستقل بشن که بزرگترینشون همین روسیه فعلی بود. خب پس دلایل شروع جنگ‌های جهانی اول و دوم رو به صورت خلاصه متوجه شدیم. حالا می‌خوایم ببینیم که این حمله اخیر روسیه به اوکراین دلیلش چی بوده و چقدر جای نگرانی داره که تبدیل بشه به یه جنگ جهانی. اینکه تو این جنگ کی مقصره به نظرم اصلا بحثی توش نیست. جنگو کی شروع کرده؟
مناطق غیر نظامی رو کی بمباران کرده؟ زن و بچه و آدمای عادی رو کی کشته؟ کی تمام دنیا رو تهدید کرده به حمله اتمی؟ مشکلات روسیه با اوکراین از خیلی سال پیش شروع شده بود. چند سال بعد از جنگ جهانی دوم، شوروی شبه جزیره کریمه رو میده به جمهوری اوکراین که اون زمان یکی از جمهوری‌های شوروی بوده. اما سال 2014 روسیه این منطقه رو به خاک خودش الحاق کرد که میگن بر اساس خواسته مردم و مقامات کریمه بوده. بعد از این قضیه بعضی از مردمی که تو مرزهای اوکراین با روسیه بودن اعلام میکنن که میخوان از اوکراین جدا بشن و به روسیه ملحق بشن. روسیه حمایتشون میکنه اما اوکراین باهاشون وارد جنگ میشه که همین جنگا باعث کشته شدن 10-15 هزار نفر میشه. پوتین حرفش اینه که اوکراین چون قبلا زمان شوروی جزء خاک این کشور بوده الانم باید جزء روسیه باشه. آلمان هم زمان شروع جنگ جهانی دوم چکسلواکی رو اشغال کرد چون نظرش این بود که اینجا قبلا جزء خاک آلمان بوده. اون زمان کشورهای غربی و جامعه ملل با آلمان مماشات کردند، کاری به کارش نداشتن که باعث شد آلمان به این توسعه طلبی خودش ادامه بده. برای همین خیلی ها الان نگران اینن که همین اتفاق در مورد روسیه و اوکراین هم تکرار بشه. یعنی روسیه فقط به اشغال اوکراین راضی نشه، بعدش نوبت کشورهای دیگه بشه تا جایی که بخواد دوباره اون وسعت دوران شوروی رو احیا کنه. اما روسیه بهانه‌های دیگه هم جور کرده. همون سال 2014 مردم اوکراین با تجمعاتی که انجام دادن رئیس جمهور قبلی که طرفدار روسیه بود و برکنار کردن. روسیه از همون موقع این دولت رو محکوم میکنه به نسل کشی و سرکوب مردمی که معتقد در اصل مردم روسیه هستن که تو چنگ حکومت اوکراین گرفتار شدن. از طرفی هم شدیداً از عضویت اوکراین تو اتحادیه اروپا و پیوستنش به ناتو نگرانه. ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یه پیمان نظامیه که سالهای بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد. یه سری از کشورهای اروپا و آمریکای شمالی عضو این پیمانن که حمله به هر کدوم از این کشورها به معنی حمله به همشونه. بقیه باید ازش دفاع کنن. خب واضحه که اگه اوکراین عضو این پیمان میشد دیگه روسیه نمیتونست اینجوری بهش حمله کنه چون به معنی شروع جنگ با 30 تا کشور عضو ناتو بود. الان این کشورها فقط با تحریم‌های شدید و دادن اسلحه و تجهیزات به اوکراین میتونن کمکش کنن اما نمیتونن دخالت مستقیم نظامی داشته باشن. یه دلیلش همینه که اوکراین عضو ناتو نیست که بخوان هزینه کنن و ازش حمایت کنن. یه دلیلش هم اینه که این کار دقیقاً به معنی اعلام جنگ به روسیه است. با این همه تهدید اتمی که روسیه داره انجام میده، یه حرکت اشتباه میتونه جهان رو درگیر یه جنگ هسته‌ای بکنه که نتیجهش چیزی نیست جز نابودی انسان. یعنی روسیه کشورهای دیگر رو شخم میزنه، کشورهای دیگر مجبور میشن روسیه رو شخم بزنن. هر دو طرف نابود میشن. برای همین فعلا هیچکس تمایلی به استفاده از سلاح هسته‌ای نداره تا وقتی که کاملا مجبور نشده باشه. از یه طرف هم قدرت روسیه و اوکراین خیلی نابرابره. روسیه بعد از آمریکا دومین ارتش قدرتمند دنیا رو داره. به هر حال الان هیچکس نمیدونه نتیجه این جنگ چی میشه. خیلی معتقدن اوکراین با وجود مقاومت عالی که داره انجام میده شانس چندانی برای پیروزی نداره. یعنی به هر حال پایتختش اشغال میشه و حکومتش سقوط میکنه. اگه این جنگ داخل مرزهای اوکراین بمونه و بیرون نزنه هنوز میشه امیدوار بود. اما اگه پوتین هم حماقتای هیتلر رو بکنه و بعد از اوکراین بره سراغ کشورهای دیگه، اون وقته که اوضاع واقعا خطرناک میشه. وارد یه جنگ جهانی میشیم. من فکر میکنم الان کشورهای مختلف نسبت به زمان جنگ جهانی دوم خیلی محتاط تر شدن. احتمالش خیلی کمه که بخوان با حرکات احساسی و ناگهانی شرایطو بدتر کنن. ولی خب این جنگ بزرگترین بحرانیه که از زمان جنگ جهانی دوم تا الان تو اروپا به وجود اومده. برای همین خیلی نگران کننده است. الان خیلی از سایت‌ها و منابع خبری دارن از احتمال جنگ جهانی سوم صحبت میکنن. باید امیدوار باشیم که همین ترسی که تمام کشورها از اتفاق افتادن یه جنگ جهانی دارن بالاخره یه جوری جلوی گسترششو بگیره و دوباره اوضاع آروم بشه. حالا بیاید این موضوع رو بررسی کنیم که اگه فرضاً یه زمانی جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته اصلا چیکار باید کرد؟ اگه اونقدر از محل انفجار فاصله داشته باشیم که همون لحظات اول از بین نریم، یه کارایی هست که با انجام دادن شانس زنده موندنمون بیشتر میشه. مسئله اول اینه که نور خیلی شدیدی که از یه انفجار هسته‌ای ایجاد میشه میتونه باعث بشه چند ثانیه یا چند دقیقه آدم ها دچار کوری موقت بشن.
پس نگاه نکردن به انفجار خیلی مهمه. چند ثانیه بعد از انفجار، بسته به اینکه چقدر از شما فاصله داشته باشه، موج انفجار به شما میرسه که قدرت تخریب خیلی بالایی داره. گرما و حرارت انفجار هم خیلی خیلی بالاست. تا فاصله چند کیلومتری میتونه باعث سوختگی‌های شدید بشه. چند دقیقه بعد از انفجار هم گرد و غباری که پرتوزا هست شبیه بارش بارون از آسمون فرود میاد یا تو هوا پراکنده میشه. برای همین اصلا نباید تو فضای باز باشید که رو بدنتون بشینه. پس اولین کاری که باید انجام بدید اینه که وارد نزدیکترین ساختمون بشید، بعدش یا تو زیرزمینش پناه بگیرید یا اینکه تو طبقات وسطی باشید، نه خیلی بالا نه خیلی پایین. وقتی که وارد این پناهگاه شدید، اگه زمانی که بیرون بودید اون گرد و غبار هسته‌ای روتون نشسته، باید لباساتون رو در بیارید. اون قسمت‌هایی از بدنتون هم که پوشش نداشته باید بشورید، یا اگه آب دم دستتون نیست با یه پارچه چیزی تمیز کنید. اصلا نباید به دهن یا چشماتون یا کلن صورتتون دست بزنید اگه دستاتون آلوده است. حتما باید تو پناهگاه بمونید و سعی کنید از طریق رادیو یا هر وسیله دیگه ای اخبار رو دنبال کنید تا در جریان دستورالعملایی که از طرف دولت‌ها یا سازمان‌ها اعلام میشه باشید. اما اگه زمان انفجار بیرون بودید و هیچ ساختمونی نزدیکتون نبود، باید سعی کنید پشت یه چیزی پناه بگیرید و رو زمین خم بشید که تا حد امکان از حرارت و موج انفجار در امان باشید. بعدش که موج رد شد، تقریبا کمتر از 10 دقیقه فرصت دارید تا یه سرپناه پیدا کنید تا زیر بارش غبار رادیواکتیو قرار نگیرید. این برای بعد از انفجار بود. اما اگه بخواید آماده بشید برای اتفاقی که ممکنه در آینده بیفته، چند تا کار باید انجام بدید. اول اینکه تون محلهایی که زیاد حضور دارید، مثل خونه یا مدرسه یا محل کار، دنبال یه پناهگاه مناسب باشید. این محل رو تو ذهنتون نگه دارید تا اگه اتفاقی افتاد یه مقدار آماده تر باشید. بهتره یه جعبه کمک های اولیه هم تو این پناهگاه باشه، با یه رادیو، چراغ قوه، با باتری‌های اضافی. اگه بطری‌های آب و غذای بسته‌بندی یا کنسروی هم حداقل به اندازه 3 روز استفاده وجود داشته باشه خیلی خوبه. الان چیزی که تخمین زده میشه اینه که هر یه روز این جنگ برای روسیه چیزی حدود 20 میلیارد دلار هزینه داره. تلسکوپ جیمز وب با اون همه تأخیر و طول کشیدن کل هزینه شد 10 میلیارد دلار. یعنی با هزینه هر یه روز روسیه تو این جنگ میشه 2 تا تلسکوپ جیمز وب ساخت و فرستاد فضا. اما ما داریم چیکارش میکنیم؟ خرج کشتن همدیگه میکنیم. ببخشید اگه این ویدیو یه مقدار ناراحت کننده بود. شما هم حتما نظر خودتون رو برام بنویسید تا ویدیو بعدی بدون هیچ ترسی سوال بپرسید.